هموطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رجلا اجرا میکنم امروز دوشنبه است دوشنبه 14 سپتامبر سال 2015 در روزهای دوشنبه در خدمت شما هستیم و عمدتا در باب سبسطه و مغلطه و اینجور داستان ها صحبت میکنیم امروز هم چند نوع تر رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. از فرمایید که یک قزل هم از خواجه حافظ شیراز برای شما بخوانم خیلی غزل معروفی است میفرماید مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته کشته خیش آمد و هنگام درو گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید گفت با این همه از سابقه نومید مشو گر روی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک از چراغ تو به خورشید رسد سد پر تو تکیه بر اختر شبدزد مکن کین ایار تاج کابوس ببرد و کمر کیخسرو گوشوار زل و ار چه گران دارد گوش دور خوبی گذران است نصیحت بشنو چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو آسمان گو مفروش شین عظمت کندر عشق خرمانه مه به جوی خوشه پروین به دو جو آتش ز دختریا دین خواهد سوخت حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو بیدق یعنی پیاده شطرنج بله خدمت شما ارز کنم که اه در باب مقالطات ما صحبت زیاد کردیم حالا بعد از اتمام کتاب شاهنامه مشغول هستم به کار مقالطات و این خود منطق یک علم بسیار بیمزه و بی اندازه خونک و بی اندازه دیریاب هست اگر شما فقط فرض کنید که بیایید تعاریف ترم های منطق رو روی کاغذ بنویسید یک چیز خیلی بیمزه است به طوری که شخص رو بیزار و گریزان میکن. اما با آوردن تمثیلات شواهد و قرائن شما می توانید این منطق رو شیرین کنید در در واقع در چشم خواننده اما پرداختن به خود منطق خوش یه چیز از کنم که کاملا بیمزه و دور از ذهن است و هرگز آدم های معمولی به این کار نپرداختن. محروم کسروی هم بیزار بود از منطق میگو آقا منطق انسان به طور جبلی خوب خوب و بد از هم تشخیص بوده منطق نیست اما این نچنان این است که این بزرگ فرمود مگر آشنا نباشیم به شیوه هایی که زبان مغز رو گول میزند و فریب میدهد و به شیوه ای که حکرانان روشنفکران مثلاً ارز می کنم. به خصوص اهل دین اینها مردم رو فریب می دهند ما باید به شیبه ها آشنا باشیم تا بدانیم که این سخنی که این آقا می گوید پایگاه فکری و فلسفی و منطقی درستی ندارد این است که در این کتاب ما در واقع مروری کردیم به این کتاب های آسمانی و مقالطات اینها رو نشان دادیم و بعد آوردیم که این از چه نوع مغلطه است مثلا خداوند میفرماید چه نوع مغلطه ای است و چه مغلطه ای دارای مقدمات موهوم هست ممکن است که به لحاظ سوری یک کلامی مستدل باشد اما وقتی مقدماتش موهوم باشد این پایگاه استدلالی ندارد بعد تاریخ های اسلام مثل فرض کنی سیرت رسول الله مثل مغازی از کنم مثل آثار ارز کنم که کاتب واقعی که اینا مجموعه های عظیم از تاریخ هستن و تاریخ تبری و غیره مسعودی و ابن خلدون دیگران را هم آوردیم قطعاتی از اینها که کجا اینها دوچار مغلطه شدن و اساسا مغالطات مبرخ جدا از مغالطات روزمره آدم های معمولی است مبرخ می به بیشتر از دویست نوع مغلطه دوچار بشود و در نگارش تاریخ و انسان خندش میگیره از نوشته های مبرخی باری کار ادامه خواهد داشت تا میرسیم به اصل جدید و حکمرانان ارز کنم که پادشاهان آخوندها اینها آثاری که از اینا باقی مانده مقالطاتش در کجاست از کردم یک کشور میتواند با یک مغالطه به انحطاط و تباهی برود مثلا ارز میکنم در روزگار هیتلر اینها آمدن با این سخن بیپایه و این سخن نادرست که نژاد جرمن برترین نژاد هاست که خب آریا آریایی هست و نژادهای های دیگر فروتر هستن به لحاظ ارزش انسانی از نژاد جرمن حولناکترین دستگاه آزار و شکنجه و کشتار رو به وجود آوردن و مردم آلمان فری به این مقالطه رو خوردن و خود ما ما بیچاره ایرانی ها مغلطه امنیت در واقع به جای قانون این مقالطه بود است که مشروطه رو از میان برده مقالطات دیگری هم در پی داشته یعنی هر کسی آمده حق ملت رو بخورد با مغالطه شروع کرده چون با حقایق و امور که نمی شود ملت رو از صحنه بیرون کرد باید این مغلطه بکنی خود زور گفتن یک نوع مغلطه است اینها لاتینی هستن به عنوان مثال argumentum ad بکولم این, این مغلطه است یعنی مغلطه توسل به چماق که در واقع تعریف عمومیش مغلطه توسط به زور دیکتاتور جماعت با منطق که به مردم زور نمیگوید که با منطق درست با در واقع سفسته و مغلطه به مردم خودش رو تحمیل بکند آمدن خمینی با دروغ و مغالطه بود رأی از مردم <applause> به شور آمده بر اثر انقلاب و تشنگان آزادی با مقالطه این که جمهوری اسلامی آره یا نه این آقا خودش به کرسی نشاند بعد شروع کرد به قتل عام مردم و دزدیدن اموال و کسی که میگو برق را مجانی میکنیم آب را مجانی میکنیم گلوله را مجانی نکرد گلوله را مجانی نکرد یعنی بچه های مردم رو که تیر باران میکرد میفرستاد صبح به صبح یه گردن کلفت چاوکش که ما پنج تیر مثلا صرف پسر شما کردیم و دختر شما فلان مبلغ باید به ما پول فشن بدهید و ما هرگز به این داستان فکر نکردیم که کسی که آمد برق را مجانی کنن اولا که نپرسیدیم آقا برق مجانی یعنی چه مگر چیز مجانی هم در این دنیا هست آب مجانی به چه معنی است حالا از اینکه بگذریم بعد میدیم که گلوله رو هم مجانی نکرده یعنی پول کشتن رو هم گرفته از مردم تازه هنوز هم بیدار نشدیم که آقا این چه است بله بنابراین فراموش نکنیم که مقالطه تأثیر خارق العاده داشته است در تاریخ مملکت ما و امروز هم در جریان هست از بام تا شام دروغ گفته میشه به مردم از بام تا شام افکار رو منحرف میکنن از بام تا شام خرافات رو رایج میکنن همه اینا مقالطه است همه مهمات هست یعنی هیچ یکی پایگاه عقلی و استدلالی اینا ندارن حالا امروز خدمت شما من چند نوع از این مقالطات رو معرفی میکنم شاید قبلا هم اشاره کرده باشم اما مرور اشکالی ندارد خدمت شما عرض کنم که یک مغلطه داریم به نام The Fallacy of Sweeping Generalization Sweeping Generalization یعنی تعمیم دادن فراگیر Sweeping Generalization تعمیم دادن فراگیر مثلا یک اصل کلی رو در نظر میگیریم و بعد اون رو بر یک عمل مشخص در واقع تعمیم می دهیم. این اصل کل به جز هم می اون را خواند ولی اندک تفاوتی داره. مثلا فرض کنید که می که آقا علما داره احترام هستن. علما یعنی آخوندها آیت الله ها. و خل خالی هم باید محترم داشت چون از علماست در حالی که ما می‌دونیم خرخالی یک جانور آدم کش بیمقدار رزل فرومایه بود که خمینی جان و مال و حیثیت و شرف و مردم رو داده بود دست این که براش کشتار بکند تا این مطلب واقعا وحشتناک و حولناکی که در صدر اسلام گفته شده است زبان اسلامی است که ان نصرو به رو یعنی پیروزی در ایجاد وحشت است این سیاست اسلام بوده آقای خامنه‌ای هم که تشریف بردن، همین کار رو کردن وقتی شما آدم چاق و کش بفرستید مثلا سه تیم که برود فرو هر هفتاد چند ساله و اون بانوی بزرگوار نمیدونم هفتاد چند ساله رو تکه تکه بکنن خب خیلی ایجاد وحشت میکنن و اینا به دست آوردن اون پیروزی که میخواستن فقط با ایجاد روب دیدید که این کلاخودا رو به سر میکشن و نمیدونم نقاب دار گردن و گردن کلفتا با شلاق و اینا تو خیابان این ها اینها همون مغلطه انست ان و بروب هست که مردم رو ساکت کنن چون از مردم میترسند دیکتاتور وحشتش از مردم خودشه قبل از اون که از یک حمله خارجی به از مردم میترسه خب پس خلخالی محترم نیست چون از علماست به جهت اینکه جنایت کاره اتفاقا یک موردی پیش آمد که من به اون اشاره کردم و اون اینکه دو بارم اشاره کردم بهش برای نشان دادن شخصیت آخوند که یک آخوند بی انصاف خدا دو تا از حاجیان اسماعیلی رو در نشابور این آقا گفت کافرن اینا ثروتمند بودن برای گرفتن اموال اینها چون آخوند جستجوگر اموال مردم همیشه به جیب مردم وابستگی داره با حقبازی و دروغ و ارز کنم ترفند و نیرنگ جیب مردم رو خالی میکن باری این آقا آمد و در سطر مشروطه بعد از آمدن قانون اساسی این کار انجام شده جلاد خواست از خراسان جلاد نفرستادن خودش آمد لنگ بست و برابر شرع مقدس اسلام این دو تا حاجی بیچاره بیگناه رو شخصا سر برید در نشابور و جلسه کردن بزرگان مملکت تقیزاده بوده سردار اسعد بوده ارز کنم که یک آخوندی هم بوده که حتما از نمایندگان بوده و اینها سردار اسعد میگوید حیثیت ایران رو این آخوند برده و این جنایت هولناک رو ما باید جواب بدهیم اون آخون میگوید خیر آقا علماست علما رو که نمیشه که تنبیه کرد که خب سر بریده سنت اسلام است تقیی زاده میگوید من گفتم آقا این درسی که شما خونی منم خواندم چون این چیزی میسر نیست به صرف آخوند بودنش نمیتواند او رو از مجازات در واقع نجات دهد اما سرانجام چه کردن؟ سردار اثر سر نهایت دستور داد که این احمق رو تبعید کردن یکی دو سال چون آخوند بود اگر از ابتدای کار آخوندهای جنایتکار رو و بعد این ارز کنم جنایتکاران فدایان اسلام رو و بعد اینها رو کشندگان کستوی رو اگر اینا قانون در حقشون اجرا میشد شد ممکن بود کار به اینجا نرسد باری این مغلطه است the fallacy of sweeping generalization. و بسیار بسیار مثل دارد ارز کنم که مثلا فرض کنید که در آمریکا حمل اسلحه هم که نه داشتن خرید و فروش از داشتن اسلحه قانونیست قانونیست قانونی است که مردم سلاح داشته باشند در کشور ما هم بدون این که قانونی تصویب شده باشد در زمان قاجار اینها مردم اسلحه می خریدن بازار بود همونطور که مسگرا بودند، همونطور که آهنگرا بودن تفنگ فروشا بودن <تصفح> اما روزگاری شد که چاقوها رو هم از ملت می گرفتن قلم تراش قلم تراش خاصی اگه جیبت بود می گرفتن. این زندان ملت بیچاره رو خل صلاح کردن خب ملت که اسلحش رو بگیری خواهد تو سری هم می تونی بزنی دیگه نه یه نفر با یه توفن شکسته میتونه دویست نفر رو اسیر کنه بدون اسلحه رفته رفته در واقع آین شجاعت و دلاوری و مبارزه با با زور رو در واقع از, از مردم ما گرفتن بله جاش ترس و وحشت از دولت مرکزی جا گذین کردن و رفت اون چه رفت باری بگم سر مقالطه خب این مقالطه است که یه کسی بگوید آقا داشتن اسلحه برای مردم قانون حق مردم است شما گرچه فلانی دیوان است ولی حق نداشتین اسلحه شو بگیرید چون حق مردم است خب ایش این 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 مقالطه در واقع داره امر عمومی رو در یک پرونده خاص داره تحمیل میکنه و این مقالطه است چون کسی که دیوانه است یا جنایتکاره حق داشتن اسلحه رو نداره و میشه اسلحه او رو گرفت بنابراین ما از این نوع مغلطه در زبان فارسی ماشاءالله بسیار داریم سویپینگ جنرالیزیشن بله مثلا میگویم میگویند که اسب سواری برای سلامتی خوبه نمیتونیم بگیم که مشعل القاسم چون زخم روده داره اسب سواری براش خوبه این یک امر عمومی است که اسب سواری خوبه اما بستگی داره که برای چه کسی خوبه برای کسی که زخم روده زخم معده داره نمیدونم چی این براش خوب نیست بنابراین ما نمیتوانیم این رو به کار ببریم بعد بله. بعد برعکسش هم داریم یعنی یک امر جزئی رو تعمیم میدهیم به کل جامعه به او میگوین the fallacy of hasty generalization Haste. میگه let's make hast. یعنی بیا عجله کنیم هیستی یعنی عجولانه بدون تفکر مثلا میگوید که من از همه مردها نفرت دارم چون خاطراتم نسبت به شوهرم خیلی بده خیلی مرد بدی بود هر مردی رو من میبینم بدم میاد اینا یا برعکس یا من از این سغرا چه چیزها کشیدم این زن من بیچاره کرد و بدبخت کرد آبرو استیت ما رو برد چنین و چنان کرد یه مرد، هرچی زن متنفرم یعنی داره صفت سغرا رو مشعب قسم رو تعمیم میده به همه افراد جامعه یا فرض کنی یکی میره نمیدونم منزل اجاره کنه مکزیکیه میگه که آقا من از مکزیکی ها بدم میاد من اصلا خاطر خوشی ندارم یه مکزیکی اینجا بود فرناندو و دو ماه اجاره ما رو نداد و در رفت بنابراین این پس این هست the fallacy of hasty generalization یعنی عجولانه بله مغلطه تعمیم دادن به وجه عجولانه خب یک مغلطه خیلی خیلی مهم دیگر هم هست که the fallacy of با یعنی دوتا یعنی این فالیسی دو ای یعنی اساس این مغلطه دو چیز دو تا انتخاب میده و دو موضوع رو مطرح میکنه حقیقت رو پنهان میکنه در حالی که شق سومی هست بر مطلبی که میگوید یکی از مشاهیر مقالطات بدین صورت مغلطه است که فیلسوف بزرگ و منطقی بزرگ عرض کنند که سر برتان راسل فیلسوف بسیار بسیار مشهور انگلیسی کرده است به سال 1948 و این باعث حیرت همه شده به وجهی که در کتاب های منطق این مسئله رو به عنوان یکی از برجسته ترین مقالطات در این را می آورن. راسل می گوید که اگر ما حالا 1948 است روز ها 1949 به بمب اتمی رسید می گوید که اگر ما با روس ها وارد جنگ نشویم چه می شود؟ بایستی تا ابد نوکر روسا باشیم <applause> خیلی خوب یعنی در واقع بحثش رو به دو شاخه کرده شق سومی برش متصور نشده که آقا خب هزار راه دیگر هم هست اول اون که ارز کنم که روس به چه دلیل حمله بکنن و اروپا رو بگیرن دوم اون که جرعت نمی کنن که بگیرن سه دیگر اون که خب می با روس ها رفت رو صحبت کرد و ارز کنم که مذاکره کرد که آقا اگر شما حمله کنیم ما هم شما رو نابود میکنیم چون بمب اتمی در اختیار مغرب بود در اختیار آمریکا بود آمریکا به انگلیس هم داد بعد فرانسه و اینها بنابراین عجیب است از سر برتران راسل که به اتفاق وایت هد منطق ریاضیات رو تحصیح کردن یک کتاب عظیم بیادماندنی از راسل و وایت هد هست که خیلی خیلی مشهوره واحد راسل استاد فلسفه بود انسان بزرگواری بود اما به هر صورت انسان در واقع احساساتی میشه و ممکن است که مقالطه بکنه اینجا راسل مغلطه بزرگی رو مرتکب شود بله یا همین مغلطه رو مغلطه دو رو آقای جانکری هم کرده میگوید که اگر ما به آخونده معامله نمی کردیم جنگ میشود یه چاره نشیم جز جنگ آقا کی گفتم چی آخونده به زانو در آمده بودن ممکن بود که حالا ادامه این تحریم ها چند ماه دو ماه سه ماه چهار دیگه ممکن بود که اینا رو ضعیفتر بکنه ممکن بود که شانسی بر مثل ارز بکنم نه که من مخالفم با این قرار داد گرچه گرچه بخشای مسخری هم داره اما این مقالطه است که آقای جانکری کرده از جمله مردمانی که بسیار مغلطه میکنن سیاست مداران و همین دلیلم هم هست که یه بساز بفروش آمده کوچکترین سوادی در کار سیاست کوچکترین اطلاعی از دنیا از جغرافی دنیا از سیاست جهان از خاور میانه هیچی نمیدونه اما چون مثل سیاست مداران صحبت نمیکنه به دلیل اینکه مردم از دروغ های این سیاست مداران خسته و بیزار شدن و یک بار دیگر هم این کار کردن و جیمی کارتر را که بادام فروش بود بیچاره حالا یه دوره هم گاورنر ایالت جورجیا بود آوردن رئیس جمهور کردن امروز هم باز خسته و بیزار هستن از این حرافیهای های سیاست مداران از این مقالطات سیاست خسته شدن این آقا آمده ساده حرف میزنه میگه من همه شما رو ثروتمند میکنم اونقدر ما ببریم یعنی برنده بشویم که خسته بشویم از بردن آخه چطوری چگونه هیچ گونه پالیسی به قول این جایها و هیچ گونه برنامه هم نداره لبنان هم نمیدونه کجاست حسن نصرالله هم نمیدونه که کی هست کجا هست میکنه چون در یک مصاحبه معلوم شد که هیچ خبری هیچی نداره اما چون ظاهرا مغلطه نمیکنه مردمی این بیسوادیش رو هم پذیرفتن امروز در بین جمهوری خواهان صدرنشین این آقا هیچ کی تصور نمیکرد که آقای دانالد ترامپ به ساز و بفروش برج ساز علی نیویورک بیاید و سیاستمداران کارکشته رو عقب براند این نفس دموکراسی است دموکراسی خودش خودش رو تصحیح میکنه دیکتاتوری خودش خودش رو فاسد میکنه فراموش نکنیم دموکراسی رو به بهتر شدن داره همیشه استبداد همواره رو به بدتر و بدتر و بدتر شدن دارد امکان نداره شما در سیستم استبدادی بتوانید فساد رو باش مبارزه کنید یا آدم های فاسد رو مجازات کنید اون سه بیلیون دلار بود چهار بیلیون بود دو بوده. بودن گردن اینا رو نشون میدادن چرا به جهتی که شریک هستن با دستگاه قدرت حتما بیت رهبری مطلع بود که این پول ها داره جابجا میشه و حتما سودی داشت و میگرفت آقا مشتبا و داره دست اینا همه فاسدن اینا تا دندان فاسدن گردنشون رو نشون میده آقا اینا کی بودن پول مردم رو بردن اینقدر سر صدا نکنید میگوید چرا سر صدا نکنن آقا این خانم البته خب این مقایسه مقایسه مال است واقعا مقایسه دموکراسی آمریکا با این وضعیت خنده آور ایران خنده آور آقا این حکومت مضحک ضمن که خیلی تراژیک هم هست مضحک هم هست که چهار تا ملا بیان و مملکت تاریخی ایران رو تسخیر بکنن و مردمش رو آواره بکنن و مردم رو دچار فقر و بیچارگی بکنن و هرچی دلش مقال بدوزن و هیچ که برای هیچ کس هم این جوابی نداشته باشه. خانم کلینتون یک مش ایمیل آمده بوده پاک کرده ایمیل های شخصی بوده مثلا با دخترش صحبت کرده مثلا با دوستش صحبت کرده با شوهرش صحبت کرده پاک کرده آقا اینها دارن به دار میکشن این خانم بزرگوار رو واقعا رهاش نمیکنن نه مردم نه که آقا این ایمیل ها چه بود شما پاک کرد در حالی که سودی نداشت بیچاره براش ایمیل ها ایمیل پاک کرد آقا هیچ کدوم اینا محرمانه نبودن چون وقتی برای یک مقام بلند پایه ایمیلی می رود که در ارتباط با, با شغلش هست بالا علامت دارد علامت محرمانه هیچ کنه مهرمانه نبودن اما رهاش نمیکنن کما اینکه رفته رفته ممکنه که از دست بده شانس رئی رئیس جمهور شدن رو از دست بده بابت دو تا نمیدونم ایمیل اما در مملکت ما اون کسی که بر صدر قدرت بوده دستش تا اینجا که چه ارز کنم تا کچ به خون مردم آلوده است بدون اینکه اشکالی هم داشته باشه با کمال پررویی هم ظاهر میشه خودش نشون میده و چیزهای عجیب قریب میگه چون مسئول نیست مسئول نیست باری این هم مغلطه است بله مغلطه ای که دارای دو شاخه است مثال دیگری که میتونم خدمتتون بگم این است که آخون میگوید که یا شما پیروبه شیعه جعفری اصناعشریه هستید یا بالکل کافر هستید گفت بابا آخون من نه پیرو شیعه جعفری اصناعشریه هستم نه کافرم از اون تو آخوند سنی میگوید هر که رافزیست با هستی گردن زد و کشت اینجا اونچه گم میشه در این مباحث دینی از این انسانیته، اصلا دیده نشده شما نشان بدهید که بیان یک گروهی از یه گروه مملکت بم بذارن در بازار که زن و مرد و بچه و خرد و کلان رو بکشن منفجر کنن فقط ذهنیت متعصب دینی کار رو میتونه انجام بده آدم ایدولوگ در تمام مدتی که آلمان نازی کشورها رو گرفته بود و اینها یکی دو بار برای قتل سران نازی یکیش را راینهارد که از اون جنایتکاران آدمکشای خیلی خیلی بزرگ بود رو دو تا انگلیسی اونم ماموران دولت آمدن داشت میرفت سر کارش سر یه پیچی بم انداختن توی ماشینش دیده نشد که بم بذاره زن و بچه مردم رو بکشه فقط به جرم اینکه سنیه و به جرم اینکه مردم بیچاره شیعه هستن شیعه هستن اینها مغالطه است اینها مایه گمراهی و بیچاره است اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم میخواستم در باب آقای ورنر هایزنبرگ صحبت کنم که اصلا فراموش کردم حالا بعد از موسیقی بحث, بحث کوتاهی راجع به این دانشمند بزرگ آلمانی خواهم کرد و بعد برمیگردیم چند مغلطه دیگر به شما معرفی میکنیم جهت سفارش با تلفن 818 345 0607 تماس حاصل فرمایید انتشارات سرزمین جاوید با درود مجدد بر شما هموطنان گرامی و بزرگوار خدمتتون عرض کنم ما در معرفی علما اینجا خدمتتون مدتی سخن میگوییم از ابتدای کارم گروه گروه علما رو نشون میدادیم بعد دسته آخوندار رو نشون میدادیم چون علما عالم معنی داره بعضی این یعنی آخوندی گذاشت اونجا گفت آقا شما علم چه چیزی رو داری؟ علم اصلا علم هستیم؟ اینکه شما عالم به خودتون میگویید آیا واقعا علمی دارید علمتون چه چیزی است باری از علمای بزرگ قرن بیستم از بینید مقدمتا خدمت شما عرض کنم که مکس بورد فیزیکدان بزرگ آلمانی روزی اعلام کرد که اون چه فیزیک نامیده میشه دروازش بسته شد یعنی با با ارز کنم که آمدن نیوتن با آمدن گالیله و اخیرا با آمدن انشتن یه فیزیک بسته شد دیگه هیچ چیزی در جهان نمانده ناگهان یک علمی آمد به نام علم کوانتوم یا کوانتوم فیزیکس که ما اونچه امروز میبینیم تکنولوژی در واقع بخش اعظمش کوانتومه در حالی که فرض فرمایید که اتومبیلی که سوار میشویم در علم اساسیش نیوتون هست و فیزیک و مکانیک نیوتون اما اینکه صدای ما تو تلفن پخش میشه نمیدونم بلنگو چطور عمل میکنن کامپیوتر این کارو میکنه برای شما نمیدونم هزار دم و دستگاه و این تلفن های دستی و این تلویزیون ها و این ستلایت ها اینها در واقع از علم کوانتوم فیزیکس اینا بهره میبرند. بنابراین مکس بورن هنوز حرفش تمام نشده ناگهان یک شخصیتی آمد به میدان به نام ارز کنم که ورنر هایزنبرگ که این ایشون بله آقای هایزنبرگ آلمانی و از بله اینم روزگار پیریز هایزنبرگ 75 سال زندگی کرد و در 20 چند سالگی در واقع ناگهان این علم رو کشف کرد و با آقای نیل بور در میان گذاشت و در جدیدی بر فیزیک جهان گشوده شد که هنوز ادامه دارد و نوبل ها داده شد در این, در این, راستا و اون اصل اینم عرض کنم که هایزنبرگ شاگرد سامرفل بود لطفا عکس آقای سامرفل رو هم نشون بدیم به خاطر قدردانی از این بزرگوار آقای سامرفلد بزرگترین استاد فیزیک در تمام تاریخ این آقای سامرفلد بوده از کلاس فیزیک سامرفلد و از شاگردان او چهار تن برنده جایزه نوبل شدن بقیه هم کشف ها کردن خود سامرفلد چهار ده بار کاندیدای با با جایزه نوبل شد بله آقای سامرفلد هر بسیار مرد وطن دوستی بود و در روزگاری که نازی ها بر آلمان حکمی راندن، سامفلد فعالیتاش ادامه داشت و مطلقا و عبدا اطلاعی نداشت از جنایات نازی ها یک شب در ایتالیا با دوستان خود جمع شده بودند یک کسی آمد و موضوع این اردوگاه های کار و جنایاتی که علیه یهودیان و روس ها و اینها میشد برای سامفلد بیان می کرده و ناگهان این مرد بزرگ گفته است شما میگویید در آلمان من در آلمان من یعنی خودش رو در واقع صاحب مملکتش میدید از فرد وطن دوستی باید چنین باشد در آلمان من این اتفاقات داره میفته این, این, این در واقع ذهنیت این استاد بزرگ بود و هایزنبرگ ولفگانگ پالی ارز میکنم هانس بیت اینها برندگان نوبل هستن همه شاگردان این آقای سامرفلد هستند و چیزی که آقای هایزنبک کش کرد امروز به نام اصل عدم قطعیت بسیار بسیار مشهور است از فیزیک فراتر رفته و به یک نظام فلسفی تبدیل شده است هایزنبرگ کش کرد <coughs> که در دنیای نامحسوس اونچه محسوس هست با قوانین نیوتون بیان میشه و آقای آنشتاین مرد فیلسوفی بود و معتقد بود در واقع استرکچریست بود استرکچریست ها بر این هستند که جهان یکیست در واقع در در بوتون یکی هست اون چه ما میبینیم اختلاف ظاهر هست و بر این بود که یک قانون فیزیک بایستی بر مبنای همین سخن همه پدیده ها رو توضیح بدهد فیزیک دوتا قانون ندارد او فکر میکرد جهان داره یه قانون بیشتر نیست وگرنه با اون باور فلسفیش در تضاد میفتن بنابراین تا آخر عمر در واقع زندگی این, بزرگ، این مرد بزرگ صرف این شد که خطا بودن کوانتوم فیزیک رو ثابت کند و نتوانست حتی روز آخری که در بیمارستان بود در همین نیوجرسی یادداشتش هست که داره یک محاسباتی میکرد علیه کوانتوم فیزیکس اما کوانتوم فیزیک امر حقیقی و واقعی بود و میگوید که دنیای فرامیکروسکوپی یعنی ذرات اتمی اینها فیزیک خود را دارند و اندازه‌گیری مکان و سرعت اینها همزمان سایملتنیسلی به قول این جای ها میسر نیست ما میتوانیم یکیشو به دست بریم دومی رو نمیتوانیم و این به ناظر بستگی ندارد چون آقای انشتن میگفت که خب طبیعت کار خودش رو میکنه حالا ما نمیتونیم اندازه گیره کنیم که تقصیر ماست و اما این آقای هایزنبرگ جوان ثابت کرد و از ها رفت بین این دانشمندان. که آقا میسر نیست در آن واحد ما بتوانیم مکان یک ذره و در واقع سرعتش رو یا مومنتومش رو حساب کنیم یک فرمولی هم نوشت که به اندازه فرمول فیزیک آقای اینشتین در دنیای فیزیک شهرت دارد و اون که میگه دلتا اکس یعنی میزان حجاب جایی ذره ضرب در مومنتوم یا جرم حرکتیش همواره بزرگتر یا مساویه عدد ثابت پلانک هست تقسیم بر دو حالا اینجا دیگه بیشتر از این من بخوام بگم دیگه واقعا از, از, از چه خارج بشیم دیگه ما باری و وقتی که این سخن به میان آمد یک در بزرگ باز شد اجتماع فیزیکدانان جمع شدند و یک ریاضیاتی به نام ماتریکس هم با, با عرض کنم که با مکس بورن اختراع کرد آقای آقای هایزنبرگ که قشنگ توضیح میداد بعد شرودینگر آمد و فرمول بهتری داد و این آقای هایزنبرگ آدمی شگفت انگیزی بوده یکی از شاگردان او تلر ادوارد تلر که در واقع پدر بمب هیدروژنی آمریکا هم هست میگه ما شاگرد او بودیم در همه چیز این آقا از ما بهتر بود جز در پینگ پونگ ما خوشحال بودیم که اقلا ما در, در پینگ پونگ بهتر از هایزنبرگیم تا اینکه یک دانشگاهی در ژاپن دانشگاه ایشون رو دعوت کرده بود حسابار کشتی رفتن ژاپن رو برگشتن پینگ پونگ هم همه ما رو برد گفتم آقا چی شد گفت در کشتی یه قهرمان پینگ پونگ بود که کاپیتان کشتی شده بود این استاد پینگ پونگ بود من تمام این مدتی که در راه بودم رفتن و برگشتن پینگ پونگ بازی کردم حالا این از, از خاطرات جالب و جذاب یکی از شاگردان خیلی خیلی مشهوره آقای هایزنبرگ هست باری این اصل عدم قطعیت در در واقع عقاید دینی و فلسفی اروپاییان به تاثیر بسیار گذاشت یعنی که همه امور در جهان نسبی هستند و غیر قابل پیش بینی هستند و علی رغم این عقیده کلاسیک که از مشاهده یک دستگاه و یک نظام فیزیکی می شود رو پیشمانی کرد پیشبینی کرد درست نیست ممکن از حرکت یک ذره جهان رو به هم بزنه و به طور کل یک نظام فلسفی بر اساس این اصل عدم قطعیت به وجود آمد تنها چیزی که قطعیت داره ذهنیت آدمای دینیه حالا هر دینی که شما فکرش کنید، نمایندگانش بر این هستن که حقیقت همون جاست و این قطعا چنین است این کلام قطعا خدا فرموده این شخص قطعا رسول خداست این حق قطعا متعلق به علی ابن ابی طالب یا عمر ابن خطاب است اینا این جزمندیشی جز حماقت و سفاهت چیزی نیست حتی فیزیک هم قطعیت نداره باری از علمای بزرگ آقای ورنر هایزنبرگ برنده نوبل جوانی بود که برنده نوبل شد و بعد در ماجرای جنگ دوم اینها روی در واقع تحقیقات اتمی میکردن روی بمب اتمی هم کار نمیکردند اما آمریکایی ها غربی ها سخت و وحشت افتاده بودند که نکند با وجود هایزنبرگ اینها بمب اتمی بسازند یا توانستند بسازند یا اسرارش کشف بکنند در حالة که اینها روی یک انجین اتمی برای زیردریایی کار میکردند، یک اشتباه هم مکس منلو، لو اینا رو بنده در کتاب از آتن تایر شما نوشتم داستان خیلی شیری کرده بود وقتی جستجوگر مادریتر بودن روی کربن و کربن فاسد بوده به طور کل راه اینها به غلط افتاد کاری نداریم بعد آمدن و یک کمیته تشکیل دادن وقتی که آلمان تسلیم شد بروند دانشمندان فیزیک درجه اول آلمانی رو اونهایی که یهودی بودند که گریخته بودن اونهایی که منده بودند دانشمندان بزرگی در بین اینها بود یکیش آقای هازنبرگ بود عرض می شود که آقای وکس بانلو بود دکتر هان بود از کنم وایس ساکر. دایبنر اینا همه بودن اینا رو دستگیر کردن و آوردن در یک خانه در انگلیس در همین نزدیکی کمبریج اونجا ساختن و میکروفون و بند و بسات اینا گذاشتن ای مکالمات اینها رو گوش میکردن ببینن در رشته اتم به کجا رسیده بودن و بعد که دیدن که آقا چیز نبوده اطلاعی نداشتن اینا آمدن اینها رو دعوت کردن که آقا ما بهترین مشاغل رو در بهترین دانشگاه به شما میدهیم دیگه آلمان بر نگردید آقای هایزنبرگ و دکتر هان و دیگران همه گفتن یک یک صدا ما باید به آلمان برگردیم و آلمان تخریب شده رو بسازیم و فیزیک رو در در آلمان باز بسازیم و ده سال بعد آلمان شماره یک بود در طرح نیروگاه های اتمی و آقای هایزنبرگ نقش مهم داشت بله علما بله آقا خیلی عالم است آقا هاشی نویسی کرده است بر زاد المعاد آقای مجلسی چه عالمی به به خیلی خوب برگردیم سر قصه مقالطات از کنم خدمتتون که ما مغلطه ای داریم به نام The Fallacy of Question Begging Be Epithets یعنی اینکه ما به یک چیزی یک پدیده ای یک آدمی صفاتی رو متصف کنیم که ضرورت ندارد اضافی است حشف و زواعد است به جای بیان حق مطلب به صفاتی بدهیم مثلا میگویند که میتوانیم میگوییم که این جنایتکار خونخوار هولناکترین جنایات رو در تاریخ انجام داده مثلا این همش اضافه است میتونیم بگیم آقا این شخص متهم به جنایت شد یا اینکه تاریخ های اسلام که میخونیم تاریخ های که روزگار صفوی به این طرف و همون نزدیک های دوروبر بایستان قرمیرزا و اینا به این سو از این دست هستن عبارتشون مثلا میگوید وقتی شمر لعین حرامزاده به در خیمه ها رسید حضرت زینب سلام الله علیه ها گریه میکن این اینطور بوده وقتی شمر به خیمه ها رسید زینب گریه میکنه دیگه حرامزاده و نمیدونم که زنازاده و جانی و این حرفا که می نویسیم ما داریم مورالیزه میکنیم مورالیزه کردن تاریخ مغلطه است اینا هیچ ضرورتی نداره اتفاقا در دوره که ما بهش دوره سامانیان میگوییم و دوره نخستین ادب فارسی هست این مطالب رعایت شده یعنی نویسنده به جای از کنم که صنعت کردن و اضافه گفتن و این استعارات و تشبیهات اون چنانی به کار برد بدن حق مطلب رو بیان میکنه مثل فرض فرمایید تاریخنامه طبری تبری از این،, از این, جنس هست و چند اثر دیگر که از آن روزگار مانده و تاریخ بی اینها بعد هرچی پیش آمدیم هشت و زواید زیادتر شد و از اینجور حرفها بیشتر شد و اینها مقالطه است اینا هیچ ضرورتی نداره که ما چنین چیزی رو بیان بکنیم بله مغلطه دیگری که میخوام خدمتتون ارز کنم امروز چند تا اسم داره ارز کنم دفالسی of آف فالس یعنی مغلطه سؤال غلط که به این د فالسی of کامپلکس question هم میگن این سوال در هم پیچیده یا the fallacy of tricky question سوالی که داشت یک تریکی هست یه هیله و نیرنگی درش هست و خیلی شباهت داره به مصادره به مطلوب خب مثلا میگوید که یه وقتی یه پادشاه انگلیس کینگ چارلز دوم آمد فضلای دربار رو جمع کرد و گفت آقا به من بگویید علت چیست که وقتی ما ظرفی رو پر از آب میکنیم وقتی یک ماهی مرده میاندازیم آب سرریز میشه اما وقتی ماهی زنده میندازیم سرریز نمیشه این دلیل چیه هر کسی یک فکری کرد و یک جوابی داد و اینها تو یک آدم عاقلی بین اینا بود گفت قربان آخه چه حرفی شما میزنید سوالتون غلطه قربان با عرض معذرت این جرم ماهی است که باعث میشه آب سریز بشه یا نشه بنابراین وقتی جرم هر دو تا یکیه هیچ فرق نمیکنه ماهی زنده رو تو آب بیندازیم یا ماهی مرده رو در آب بیندازیم این سال شما غلطه و اشتباس و شاهنشاه هم قبول کردن که این سال سال غلطی است یا اینکه فرض رو فرمایید که در روزگار سیاه حکومت کلیسا که عرض کردم اینا هزار بار از آخوندهای خودمان جنایتکارتر بودن یا آخوندهای کاتولیک عرض کردم یک کتابی به این قطر خیلی کتاب است به نام پتک جادوگران ساخته بودن و عجب این که خجالت نمی کشن. اینا روزی هزار بار این شیخ ها با شیخ های مسیحی باید بیان از مردم دنیا معذرت خواهی کنن بابت جنایاتی کردن و این پاپ کرد این کار رو این پاپ کرد وقتی آمریکای جنوبی و ما جنایات بسیاری در این سرزمین کردیم و بابت این جنایات عذرخواهی میکنیم گرچه عذرخواهی خوب نداره اما حداقل حد مردم می‌دونن که اینا چه کرده بعد در روزگار تاوم بوده اینها اینو ساخته بودن. می آوردن مثلا فرض کنین یه خانمی داشت نمیدونم زدچوبه می کوبید. از بالا همسایه نگاه می کوبید. یه جادوگر پیدا کردیم می آوردن و لخت می کردن. یه خال پیدا می شد بودن آه این علامت شیطانه و یه حقه بازی رفته بود یه چاقو درست کرده بود که وقتی چاقو رو میذاشتم رو کشو فرو میکرد این تیغه میرفت تو دسته اما چشم بیننده دوچار خطا می کرد چاقو داره میره به بدن این شخص متهم و گفته بودن که وقتی چاقو بزنی شما به شیطان خون ازش بیانجاری جاری نمیشه بلا فاصله این چاقو رو و می فرو میکرد و این میرفت تو دسته فکر میکردن رفت تو پوسته میگو ببینید خیلی خوب بعد می میوردنش اونجا یه دستگاهی هم داشتن به نام چرخن تو موزای اروپا هست اینها <تصح> گرد ایستادن با چماق و چکش و سیخ و سنبه و یرفا این خانم بیچاره پیرزن هفتر هشتا ساله رو میبردن چند سال جادوگری این اون مغلطه هست چند سال جادوگری یعنی قبل از این که ثابت بکند که اصلا جادوگری چون جادوگری امر مهمی است جادوگری یعنی چی؟ چند سال جادوگری؟ بیچاره چه بگه؟ بگه آقا من جادوگر نیستم بعد میخوابونن دو تا چکش که میزنن بازوشو خورد میکردن دستشو خورد میکردن پاشو میشکستن میگه هستم هستم یه لحظه شاید از در درد نجات پیدا کنه فردا هم میدونید که در سنت مسیحی اینطور بود که فقط آتش شیطان را از بین میبره بنابراین جلو و کلیسا من این مطلب را از بس ننگین و از بس جنایت آمیز است چند باری هم گفتن خدمتتون میذاشتن آتش میزدن آتش زدن که از شر شیطان راحت شده و بیماری خوب بشه خب چند سال جادوگری هنوزم زن میزنی؟ ای بابا اقا من زنو بهش بکنم نمیزنم هنوزم قمار میکنی؟ هنوزم به خیانت مشغولی؟ اینی مغلط هست تفال سیاف complex question یا the fallacy of false بله حالا بانک که زدی چه مدت در نقشه میکشیدی؟ گفت بابا بانک نزدم شما باید اول ثابت کنم بانک زدم تو من به شما بگم چقدر نقشه میکشیدم اینا همه مقالطات هست جاری و ساریس در ایران در ایران ما اینجا یک آدم میگیرن وقتی که مغلطه کنه سیاست مده او خیلی آدم ها هستن اصلا کارشون خب حالا میرسیم به با درود بر شما وطنان دو مطلب میخوام خدمتتون عرض کنم یکی اون که روز یک شنبه بیستم در المپیک کالکشن هستیم در باب مقلدین فردوسی صحبت میکنیم و تاثیر این استاد بر شعرهای بعد از خود یک بس خیلی جالبی است ساعت چهار بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن 20 سب... سپتامبر سب... که همین یک شنبه خواهد بود در اونجا خواهیم بود و سپاسگزارم از دوست عزیزم دوستان عزیزم کامبیز و کیانوش سالکی که بخش اعظم زحمات که برگزاری این نشست ها گردن این دو برادر عزیز هست باری یه مطلبی دیگه هم خدمتتون عرض کنم شنیده شد که کسانی هستند در لس آنجلس خانم حضرت آقا زنگ میزنن به خانواده ایرانی به نام برنامه سرزمین جاوید و این مخلص کمتر از قطمیر اخازی میکنن آقا ما میخوام داریم کمک میکنیم نمیدونم داریم چنین پشتیبانی میکنیم فلان اینا خلاصه اخازی میکنن امروز مرد محترم من زن زنگ زدن از اروپا که یک شخص محترم دیگری چنین کاری کرده و بعد از چند سال ایشون متوجه شده است که چنین نبوده به من زنگ زدم بنابراین اگر جز از دفتر سرزمین جاوید که تا حالا کسی این کارو نکرده که زنگ بزنن و از کنم که متقاضی باشند و اینا نبوده اما اگر زنگ زدن بدانید که به ما هیچ ارتباطی ندارد مطلقا و ابدا همچین چیزی وجود ندارد متاسفانه این کار هست خب این هم یه مطلبی دیگه میپردازیم به بخش های از کتاب خیلی خیلی مهم شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی بله و این کتاب هم تو که از کردم این مرد عرب بله رسافی درسته در واقع زاد المعادم مار ابن قیمه من گفتم مجلسی این دیگه چیز زبانی بود خب راجع به قنیمته میگوید که ایشان یعنی حضرت رسول یک پنجم باقی مانده را آه میگوید که بعد از پیروزی در جنگ پیامبر فرمان میداد تا قنام جنگی را در یک جا جمع آوری کنند و نخست به می میپرداخت که از کشته شدگان دشمن جمع آوری شده است و آنها را در میان کشتگان در میان کشندگان توضیح میکرد مزد قتل میگرفتند اموال کشته شدگان در میان کشندگان اون تو کی کشتی گفت من امر کشتم چه جوری کشتی زدم اول پاش پروندم و کمشه پاره کردم بیش بدین اموال خب که اسلام در دهن شیرین بشه خب روزی میکرد اونگاه یک پنجم یعنی خمس باقیمانده را خارج میساخ و اون را در راهی که خداوند دستور داده است هر کس چنی دید میگه خدا فرموده است در گوشا رو دل فرار در, در دروغ میگه خب خداوند دستور داده است و منا... منافع اسلام را در بر میگیرد به کار میبرد این اسلام چقدر منافع داره آقا دین, دین که منفعت نباید داشته باشه که پدر جان که هی قارت کنیم بریزیم به بیت المال اسلام آقا دست بردارین بردار از این دروغ هنوز هم دارن این کار میکنن بیت المال خب و از اون چه باقی میماند بخشی از اون متعلق به کسانی میشد که سهمی از سبایا نمی بردن بعد میگه از سبایا زنان و جوانان و کودکان و قلامان و کنیزان به اسارت در آمده می باشد حالا دوستی دیشب زنگ زدن دوست بسیار محترم دانایی گفتن آقا مباحثی هست در بعضی تلویزیون ها و بعض کسان که خیلی علاقشون به اسلام محکم میگن آقا مطلقا اسارت نبوده در اسلام اصلا قتل نبوده در قرآن اصلا همچین چیزهایی در قرآن نیست آقا غلام گرفتن و کنیز گرفتن اصلا نبوده در کل اسلام گفتم <تص> یا للعجب حتما دوستان دوستان راجع به اسلام دیگری صحبت میکنن دستورات به قدری صریح و درخشان و دلائل اونقدر زیاد است که حتی آخوندهای امروز میگویند که آقا این کارگ، کار، کار، کارگران و کارمندان رژیم سابق که گریختن اینا زنهای اینا رو مبسی میگرفتیم به سنت رسول امروز گفتیم آقا مملکت آزادی است دیگه هر کچی دلش خب بعد میپرداختن بعدی که انبال رو تقسیم میکردن یه پنجمش می هم برمیداشتن میپرداختن به آدم های بیچاره بدبخت تو سری خورده اینا رو بنده نمیگم ها اینا دانشمند عرب میگه در قرآن هم هست در تمام تاریخ هست یعنی از ابتدا تا انتهاش هست تا زمان محمدشاه قاجار هم همین کارو میکردن در ایران برده خرید برده فروشی خب بیشتر سیاه های بیچاره رو خب و باقی مانده میان افراد سپاه به گونه مساوی تقسیم می شد سوار سه سهم می برد یک سهم برای خودش دو سهم برای اسبش و پیاده یک سهم می برد و که در سرزمین دشمن دست به حمله می زد از پیش گروهی را میفرستاد و هرچرا که این گروه به غنیمت می برد یک پنجم را بر می داشت و یک چهارم از باقی مانده را میانشان تقسیم میکرد و اون چه باقی میمان میان افراد این گروه و سایر افراد سپاه تقسیم میکرد همچنین از این قنیمت سهمی برای افراد این گروه وجود داشت به نام صفی که میتوانست غلام یا کنیز یا اسبی باشد که آن را قبل از برداشت خمس برای خود جدا میکردند همچنین روایت شده است که گاهی برای جنگ اشخاص به اجاره گرفته میشدند که به دو صورت انجام میگرفته است. یک شخصی که به جمعی رفته کسی را به عنوان خدمت کار خاص خود اجاره و به همراه خود می برده. دو شخصی را برای جهاد اجاره کرده و به جای خود می و به این کار نام جعائل داده بودن یعنی اجرتی که به جنگجوی مزدور داده می شود همچنین به دو گونه در قنیمت ها شریک می شودن. یک شراکت بدنی بدین معنی که غلام یا کنیز در آن واحد متعلق به دو جنگجو میشد دو گذاشتن شطور یا اسب خود در اختیار کسی که به جنگ می رود با این شرط که غنیمت به دست آمده بالمناسفه تقسیم گردد و به کسانی که بعد از فتح و پیروزی کمک و یاری برسانند سهمی نخواهد رسید سوایا از زن و مرد مانند سایر اشیاء به قیمت گرفته شده میان افراد سپاه تقسیم می شدند مالک آنها بودن در ماجرای قتل عام بنی قریزه این قوم یهودی اینا عثمان رو دیدن که مرتب یقه پیر زنها رو میگرفت و پرد میکرد اون طرف گفتن عثمان تو زوج زنان جوان رو چرا نمیگیری؟ اینا که مال خودمونه دیگه مثل, گو، مثل گوسمند گرفتیم گفت نه شما نمیفهمین چیه؟ گفت نگاه کن به علنگوه پیرزنا به گردن آویزا نگاه کن اینا رو من پردا میفروشم زن جوان میخوام چه کنم داماد پیغمبرم هستن به دو نوبت زن نورین عثمان خلیفه بعد خلیفه شد البته دیگه صاحب همه چیز شد دیگه خب دقسی می شدن و مالک اونها بودن و می توانستن اونها را بفروشند یا مبلغی برای آزیدشان تعیین کنند. دیگه در آمده های مهم برد فروشی بوده کیا بودن این برده ها غیر مسلمین بیچاره زرتشتی ها بیچاره مسیحی ها بیچاره عربا بیچاره هر کسی که در این محیط قرار می گرفت در محیط شمشیر کج اسلام آقابتش می فروختنش خودتونو جای یه برده بزنین که زن و بچه داشتی زندگی داشتی کشاورزی داشتی کار خوشحال بودی با دینت خوشحال بودی با خدات خوشحال بودی با معنویتی که داشتی خوشحال بودی ناگهان می رسیدن دوزان عرب الله اکبر میریختن سرت بچت سر میبریدن هر میشود که دستات از پشت میبستن جلو شطور میدوانیدن تا مدینه اونجا تو رو میفروختن پسرت تو به یک کسی دیگه میفروختن بچه تو زن تو به یک کسی دیگه میفروختن مثلا اون میبرد به مصر تو رو میفروختن به یک کسی تو جلو شطور میدوانید باید قاضورات شطور جمع کنید قتلان به کمر شطور بمالی نوکری کنی بیگاری کتک بخوری در کجا در لیبی عجب برکتی منور شد منور به خصوص صدر اسلام که واقعا قیامتی بوده خب میفروختن یا مبلغی برای آزادشان تعیین میکنن که در صورت پرداخت از طرف اسیر یا به صورت فدیه از طرف بستگانو آزاد میگردی یه مطلب هم دو بار گفتم هم بعضی مطالب هزار بار باید گفته بشه هر سبت که 800 تن در مناقشات بین علی و معاویه بیزار شدن از اسلام رفتن مسیح شد حضرتشان دستور دادن که اینا کافر شدن و مرتد شدن اینا رو بگیرید بیارید ما اینا رو گردن بزنیم که چیز بشه یه مرد مردانه ای که نامش از خاطر نرفته یک آزاد فرزانه ای عربا مردمان فرزانه ای بودن آقا آدم های گردن فراز غیرتمند بودن دارای فتووت بودن دارای جوانمردی بودن این قارتی میکردن شدت فقر بود همه هم که دوز نبودن آمد گفت یا علی داری چیکار میکنی؟ گفت اینا رو میخوام گردم بزنم ولی فکر کردم که اسیر گرفتم دیگه این رو تاریخ تبرستان من دیدم و آقا اینا رو به من بفروش گفت تو پول داری همه رو بخری گفت بله گفت پول صد تاشه همین الان بهت میدم فردا میام بقیه پولا رو میدم شما اینا رو آزاد کن ایشون هم آزاد کرد پول صد رو گرفت جیم مبارکشون رو فردا این آقا پیداش نشد مولا علی دستور داد که خانه مرد رو آتش زدن و مورخ میگوید این اولین خانه است که در اسلام از عربا آتش زده شد و یک راز پیش معاویه گفت داستان چی گو آقا ما این کاری کردیم معاویه گفت چه کار خوبی کردی تو و به اون مقام داد و هر که معاویه از این جنایات نمیکرد باری اسیر گرفته بود حالا بگذاریم که در صورت پرداخت از طرف اسیر یا به صورت فدیه از طرف بستگانو آزاد میگردید بسا اتفاق میافتاد که زن اسیری در یک آن در یک آن سهم دو نفر جنگجو میشد مثلا در قزوه بنی, بنی مستلق که اینا هم یهودی بودن به انگام تقسیم قنام جنگی زن اسیری سهم دو جنگجوی مسلمان شد حلبی میگوید رسول الله دستور فرمود از ایران را دست بسته بیاورند و آنها را در میان سپاهیان تقسیم کرد در این میان بره بر دختر الحارس بزرگ قوم بن مسترق سهم ثابت ابن قیس و پسر عموی او شد ثابت با دادن چند درخت به خورما در مدینه سهم پسر عمویش را خرید و بهای آزادی بره بر را نه ورق طلا تعیین کرد بره نزد پیامبر رفته به وی گفت ای رسول خدا من یک زن مسلمان هستم زیرا شهادت میدم که پروردگاری جز الله نیست و تو فرستاده او می باشی من بره دختر حارس بزرگ قوم مستلق هستم یه چیزی هم در باب یه... یهودیا خدمتتون بگم یهودیا در روزگار محمد این داستان سنگسار و این جور جنایات دینی رو اینا دیگه از اصلا به کار نمی بردن یک کنار گذاشته بودن چون انقدر عمل کثیف و وحشتناکی است که اینا تن زده بودن از این کارا اینا در یک مورد هر شود که یک زن از بزرگان یهود با یک مردی رابطه که اونم او از مشاهیر بود اینا گفتن با اینا چه بکنیم اینا نشان میداد که اینا دیگه سنگسار رو از یاد برده بودن گفتن میبریم پیش محمد امین اون های ما رو بلده بردن و گفتن شما چی فکر بکنید با رو شکنید و این مرد بیچاره رو و این زن بدبخت رو کردن زیر خاک و میگوید وقتی سنگ میانداختن این مرد سنگ میکرد که با حرکت تنشن جلو سنگ رو بگیره اینا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل پدر جان ای گرفتار ای هموطن مغلوب منکوب سرکوب سرکوب شده در واقع خب و بر ما رفت اون چه اون آگاهی بله و اون چه از اون آگاهی و من سهم ثابت ابن قیس و پسر عمویش شدم ثابت مرا با دادن چند درخت خرما در مدینه پسر عمویش خرید ولی بهای آزادی مرا بیش از اندازه تواناییم قرار داد از تو تقاضا دارم در تعیین بهایم به من کمک کن رسول الله گفت یا بهتر از اون یا بهتر از اون بره گفت و آن چیز گو به هایت را به ثابت میپردازم و با تو ازدواج میکنم گو آری ای رسول الله بکن اون چرا که گفتی پس رسول الله ثابت را احضار کرد و بره را از وی خواست ثابت او را به رسول الله داد و بهایش را دریافت کرد رسول الله بره را آزاد و با او که 20 سال داشت ازدواج کرد و نام وی را جویریه گذاشت بله مثل که وقت ما داره میشه از این رو و از این روایت نتیجه میگیریم که اسلام آوردن اسیران هرگز موجب نجات آنها از بردگی نمیشد بلکه همچنان در ملک اسیر کننده خود میماندند و این بسیار عجیب است واقعا عجیب است هر چی بگویم بگوییم عجیب است کم گفتیم که چقدر عجیب است باری روز یک شنبه 20 نوم بیست سپتامبر چهار بعد از ظهر در هولمپی کلکشن در باب تاثیر شاهنامه فردوسی در شعر پارسی صحبت خواهیم کرد تا برنامه دیگر ضمن سپاس از سپر و شما بزرگواران هموطنان نازنین و آزادی خواه و شریف و بزرگوار که همه این صفات به ملت ایران ارز کنم که متصف است واقعا و به جزی نیست شما رو به خداوند می سپرم. تا برنامه دیگر درود بر شما جاوید ایران زمین زنده آزادی